من از نوکری خود محروم نکن آقا. صادق جان، تو اینجا چی کار میکنی بابا؟ چرا بیخبر آمدی؟ منو ببخش حاجی. برای چی بابا؟ همین که دوزدکی سرک کشیدم تو حالت، خیلی خراب خودت بودی. شنیدم اینجور حال مشتو میگن حال عاشقی، اما من این عشق عجیب غریبو نمیفهمم. هر وقت خواستم ازش حرف بزنم خجالت کشیدم، هیچ وقت نتونستم عشقمو به زبون بیارم. عقلم تو فهمیدنش مثل خر تو گل گیر کرده. عقل و عشق راهشون از هم جداست بابا. عشقی که به زبون نمیاد حلاوتش بیشتره. تو خودت با من سر تا پا گناه نسنج بابا. جوونی که دلش پر عشقه یه گوهر نایابه. حرف دلتو بگو. اومدم عباس خونه تعزیه آقام شد. میدونم خیلی دیره، ولی مطمئنم توی این بساط پربرکت برای اونایی هم که دیر میان یه جایی هست. حاجی تو رو آقا برگم، قسم بهت میدم اون زمین ننداز. الان برام قضیه هم دلی هم حیثیتی، میخوام روح آقا بزرگم با سرگردونی نجات بده. میشنوی آق مندلی؟ یقین همینو میخواستی. نوهی شاخ و شمشادت میخواد امسال علم تعزیتو بلند کنه، علمی که یه عمر خودت بلندش میکردی. خب چی ازی بهتر میخواد؟ یعنی موافقی حاجی؟ اصل دلتی که موافقه، من روسیا چه کارو؟ من تازه راز وصیت‌نامه آقاتو فهمیدم. کدوم راز؟ ای که تو خودت یه رازی. منظورت چیه حاجی؟ تو راز وصیت‌نامه آقا بزرگتی، رازی که آشکاره ولی هر کس او رو نمیفهمه. شرط آقا بزرگت به این خاطر بوده که علم تعزیهشو بسپره به نوه اهل و عاشقش. منو گنده نکن حاجی، ما لیاقت این حرفا رو نداریم. تو گنده هستی بابا. همی که میخوای عباس خون تعزیه حسین بشی یعنی لایقی. لیاقت آدم ها رو که ما معلوم نمی کنیم. کسی که با پای خودش نیاد با دست من نمیمانه.
وقتی با پای خودت آمدی هیچ کی نمیتونه دکت کنه. پاشو وقت تنگه، باید بسپرمت به دست مهدی ننسکینه. پاشوش پاشو بابا. یه وقت دست من دلخور نشه حاجی. واسه چی دلخور بشه؟ باید از خداش باشه. او دست تو رو بگیره و کمکت بکنه، میدونه چقدر ثواب میبره؟ ثوابش انقدر زیاده که فرشته ها سرشون گیج میره ثوابشو بشموره. پاشو پاشو، وقت نداریم، یکی دو روزه بعد خودتو برسنی. پاشو. چاکراتیم حاجی جون. خدا مرگم بده. منتظر من بودی؟ بیا بشین تا یخ نکرده. بفرمایید. ببخشید تو رو خدا، نمیدونستم منتظر منی. حالا گفتگی راحتن درآمد، درد سرت بهتر شد؟ بله خدا رو شکر، حالم خیلی خوب. خیلی شکر. بده ماجی. آش. صادق خوب؟ خب چرا همتون به من نگاه میکنید؟ ببخشید، من از عم خانم پرسیدم. خانم دکتر، اصلا بلند بلند فکر کردم، اصلا اشتباه کردم، فکر کردم فکر احمقانه بود، معذرت میخوام، غلط کردم. خیلی طول میکشه تا همه عادت کنیم از حرفای خودمونی برداشت غلطی نکنیم. ببخشید خاله، اشتباه از من. حالا واقعا صادق کجاست؟ کسی میدونه؟ زنگ زد که نگران نباشیم، دیر میاد، شاید هم اصلا نیاد. غذا براش نگه داشتم، شما بفرمایید تا در نیفتاده. واقعا حیف دستپخت آبجی عاطفه‌ام معطل بمونه. بفرمایید. بابتتون چه عطر و بویی، دستت درد نکنه آبجی. بفرمایید. جان درد نکنه. چقدر خوب شده عاطفه جون، دست و پنجت درد نکنه. خجالتم نده زن داداش، هلولکی شد، نفهمیدم چی پختم. نوشی جونت. عالی شده. مرحبا. مرحبا. خب شکر خدا بدن آماده است. ورزشکاری؟ ورزشکار که نه، بعضی وقتا میرم باشگاه بدنسازی. معلومه، از این بابت خیلی جلویم. راستش وقتی داشتیم چرخیدی انتظار داشتم سرت گیج بره بیفتی. البته یه خورده سرم گیج رفت، خیلی خودمو نگه داشتم که نیفتم. آدم وقتی میل به کاری داره سختیاشو طاقت میاره. مرحبا. اینجوری با این عشق پیش بری 50% حله. نگران گیج خوردن سرت هم نباش، چند بار تمرین کنیم درست میشه. میگم آقای شرفی، همه این شعرها رو باید حفظ کنم؟ خب نه، حفظ باشه خودت راحت تری، اجباری نیست. تعزیه مثل تئاتر یا فیلم نیستش که مجبور باشی دیالوگاش حفظ باشی. همه تعزیه خانم نسخه‌های تعزیه رو دستشون میگیرن که اگه وقت یادشان رفت یا گیر کردن از رو بخونن. اصل حس و حال خواندنه. خب اینجوری باشه که امیدی هست که بتونم بخونم، چون واقعا حفظ کردن این همه شعر کار حضرت فیله، مخصوصا من که حفظیاتم خیلی ضعیف. نیت آقا صادق، نیتت که درست باشه یکی دو بار که بخوانی ثبت میشه تو مغزت و دلت. مهم اینه که بدانی چه میخوانی. صدا چجوری هست؟ صدای خواندن داری؟ والا اینو باید شما تشخیص بدین، من تا حالا آواز نخوندم، یعنی خوندم برای دل خودم خوندم. تو تنهایی خودم یه چیزایی رو سود زدم، یه چیزایی رو هم زمزمه کردم. اینکه بخوام بخونم و کسی گوش کنه نه، تا حالا تجربهشو نداشتم. یه تعداد جمله هست که معمولا همقافیه است، مثل شعر، اما شعر نیست. جمله ها کوتاه بلند میشه، حتی المقدور همقافیه. خیلی از بهره طویلای عباس خان مثل رجز خانی. مثلا برو ای پس سر خناس، مزن لاف به عباس، بوم بهتر و برتر ز اشخاص، ایا شمر.
اگر پای جلالت بگذارم به رکاب، به سر و کوهه زین پای نمایم، نکنم چکمه ز پا و ز سر خیش، کله خود جوان مردی و غیرت نربایم، شیر قلاب زره از کمر خود نگشایم، تا که من داد خود از این ستم و قوم جفاجو نستانم. حالا بلند بلند با من بخوان و دم بگیر. برو ای پس سر خناس مزن لاف به عباس. برو ای پس سر خناس مزن لاف به عباس. بوم بهتر و برتر ز اشخاص. بوم بهتر و برتر ز اشخاص. عیاشم عیاشم. آفاق، علی رو گرفتن. علی اسیره، علی زندانیه، گرفتار شده. چی میگی آذر؟ برای چی گرفتنش؟ نمیدونم، سر همین قصه اختلاس و اینجور حرفا میگن اونم دست داشته. آفاق، دستم به دامنت. با علی صحبت کردم، ازم خواسته بهتون حقیقت رو بگم، ولی من هرچی فکر میکنم نمیتونم. فکر کن فقط اگه عاطفه بفهمه. چی میشه؟ مشکل تو فقط آتیه با من، نمیذارم شلوغ بازی در بیاره. خوبه؟ خودتو از خواهری کمت نکنه. الهی خیر. خانمای خانواده زاهدی اومدن تا شمر مجلس آقاشون را بندازن، ببرن وسط میدون تعزیه، رو مرداشون رو کم کنن. میخوایم با همین تخت ببریمت معین‌البکای تعزیه شی جا آقا سید. کدوم سید؟ آقا سید رحمانو میگه. آقات باش صحبت کرده بیاد وایس تعزیه گردونی. آقا سید که خیلی کارش درسته، جایی که آقا سید باشه هم سالم نخودی هم نیستیم. وصیت آقام چی میشه؟ دامادش باید تو تعزیه شرکت کنه. کاوه حاضره. شما با همین وضع وایستی مثل بم صدا میکنه. بله. اینجوری که شما اومدی من کوپ کردم. آفاق خانم، فکر نمیکنی یک کمی ریاکاری میشه؟ مردم که از وصیت خدا بیامرز آقا جون خبر ندارن، میگن حتما منفعتی توشه که با این حال و روز آمدن به میدان. منفعتی ثوابش آقا فتا، همه فکر میکنن واسه ثوابش اومدی. مردم منه پای حال و روز ببینن فکر میکنن آمدم شفا بگیرم. گیرم اینجوری باشه که شما میگی، اشکالش چیه؟ نه اشکالی نداره، ولی من میگم یه کاری کنین که فکر مردم فقط مشغول قربونش برم آقام حسین مظلومیتش بشه. خاله بابا درست میگه. به نظر من بابا با این حالش معین‌البکا وایسه همه روش زوم میکنن، اون وقت به خود تعزیه کمتر توجه دارن. زوم که میکنن، زومم نکنن. خب یه آدمی که ساعت ها باش تو گچه فوکوس میگیره. فوکوس یعنی چی آبجی؟ فوکوس یعنی شارپ، نت. او وقت شارپت یعنی چی؟ شارپ یعنی شفاف، یعنی انقدر تابلوه که چشم اول از همه اونو میبینه.
جون آفاق آتی جون، من اینقدر به این واژه حساسیت دارم، خواهشان غلط نگو. خوبی خود حساسیت داری آبجی، حساسیت داری، مثل آدمیزاد حرف زد تا منم حالیم بشه. بگو تو تق میکشه تو چشه شارپ تو فوتوز یعنی خیلی خوب. حالا فتا بیاد یا نیاد؟ منو میگم بیاد، بلکه هم صدقه سر آقا ابوالفضل شفا بگیره. بفرما آقا فتا، رو حرف آتی دیگه نمیتونی حرف بزنی. آفا خانم، از کوچه که تون میشنفین بی خیال این قصه، اره قربونت. بذاریم امسال ما با دل خودمون یه خلوتی بکنیم، بلکه اون بتونیم ظلمات دلمون پاک کنیم. خب آذر خانم، خیلی زحمت کشیده، قدم رنجه فرمودین، ما رو شرمنده کردین. علی آقا چطوره؟ به مرحمت شما، علی هم خوبه، خیلی دلش میخواست کنارتون باشه. من و علی آقا امسال کم سعادت بودیم، عوضش آقا ماخ صادق توفیق پیدا کردن نوکری آقا منوک. خوش با میگم آقا فتا، شما عوض دارین، دلتون شکسته، خدا دعای دلهای شکسته رو زودتر اجابت میکنه. تو رو خدا دعا کنید صادق منم موفق بشه. ایشالله موفق میشه. صادق پسر با مرامیه، آیکیوش بالاست، اوستاشم که میدی ننه سکینه است، یقین بدان کولاک میکنه. میگم تفلی علی آقا سر این قصه تصادف ما خیلی به زحمت افتاده، دم همه ای پرستارا و دکترها رو دیده، انقدر به من میرسن آتی، انشالله زنده باشم و جبران کنم. علی هر کاری کرده واسه خودش کرده، واسه شوهر خواهرش کرده، اونم شوهر خواهر ماهی مثل شما که جای برادرشه، پس هر گلی زده سر خودش زده. من ماه نبودم مادر خانم، ماهی بودم لیز میخوردم از چنگ علی آقا. همش براش درد سر بودم، چقدر نق زدم به جونش، چقدر بهش مشکوک بودم، چقدر فحاش. دور خدا خودتون عذاب ندین، علی هم بعضی وقتا زیادی مته به خشخاش میذاشت و کفر دوربریاش در می آورد، کارهایی میکرد که طرف مقابلش چاره جز دعوا و مرافع نداشت. شما وجدانتون راحت باشه. حالا حالش بهتر شده؟ راستش آقا فتا، علی مریض نیست. علی مریض هست، دکترها تشخیص دادن یه مدتی باید ایزوله باشه و کمتر فعالیت کنه، جای شلوغ پلوغ نباید بره، یه مدتی باید دوربرش خلوت باشه تا زودتر خوب شه. عین خود من دیگه، منم این روزا احساس میکنم به خلوت و تنهایی محتاجم. من تا وقتی تصادف نکرده بودم مجال نداشتم بشینم و با خودم خلوت کنم، همش درگیر 36 سنار رزق و روزی. تازه فهمیدم قد 20 سال به فتاحشم بدهکار، قد 20 سال به دل خودم بدهکار. این روزا فرصت خوبیه که این قرض و قلام صاف کنم. خب پس بدیم تا فتاحشم چکاتو برگشت نزده. آذر خانم، این گچهای ما منتظر شما، نه منتظر شما هم یه یادگاری روش بنویسی. بله با کمال میل. بابا یلدا بده این ماژیکا رو استو کشو در بیا بده زندهت بده قربان قرته. چش. البته دیگه جایی هم برای نوشتن باقی نمونده. گچ زیاده، نگران نباشی. ان شاء الله که زودتر بفهمید زنده. ممنون دخترم. الله الله یارت پهلوون، دیر کردی، معلوم از کجایی؟ ببخشید آقا متی، یکم گیر کارهای بابام بودم. گیرش چی بود؟ هیچی، حل شد، قرار بعد از عاشورا با وثیقه بیاد بیرون. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. کاری از دست من برمیاد؟ خیلی ممنون آقا متی، یه تعداد سند خواستن که جفت جورش کردم، ما تا همینجای کارم کلی به شما بدهکاریم، موندم چجوری از خجالتتون درام. چجوریشو خودم بهت میگم. چجوری؟ بفرم. Thank you.
من روز عاشورا تو رو بفرستم وسط میدان تعزیه، اونقدر بهم حال میده که قیمت نداره. میخوای از خجالتم در بیای؟ خودت برسان. بابا میوه شسته توی یخچاله، از خودتون پذیرایی کن. جای میرید بابا؟ میریم خانه خاله. خانه خاله چه خبره؟ نظریه خاله یادتون رفت شله زرد پزونه. بهت به سلامت بابا. واقعا شرمنده، مزاحم خانم بچه هم شدیم. میدانی دفعه چندومی جمله رو میگی؟ من که با زن بچه هم تعارف ندارم. بفهمیش اگه مزاحمت داشتی خب ببردم قهوه خانه حاج رضا تعمیر میکردیم. چای رو بزن بریم که دیره. حرف نداری آقا مهدی، اند مرامی. اند مرامه؟ پس مرام ندیدی و نمیشناسی. یکم به نقشت فکر کن. اند مرام آقا ابوالفضله. از ادب و معرفت و حیاش بگیر، برو تا وفا و صفا و غیرتش. از طبع بلندش که کوههای سر به فلک کشیده رو شرمنده میکنه، تا روح پاکش که همه دریاها رو شرمنده کرده. تا حالا بهره طویل تمرین کردیم که آسان تر بود، امروز آواز تمرین میکنیم. دستگاه موسیقی میشناسی؟ نه، یه چیزایی شنیدم، مثل دستگاه بیات ترک، اصفهان، همایون، دشتی. درست میگه؟ بله، هر کدوم از این دستگاه یه قاعده و قانونی برای خودش داره. ما فعلا با قانونش کاری نداریم. فقط باید بدانیم که مثلا درد دل آقا رو با آب فرات تو چه دستگاهی بخونیم که بره به چای موسیقی تو همون دستگاه بزنن. من خودم همیشه این قطعه رو تو بیات ترک میخونم. مثلا ای آب فرات، ای آب فرات، خاک عالم به سرد، از بحر حسین، از بحر حسین، چرا نسوزد جگرت. حالا تو بخوان. فکر نکنم بتونم آقا مهدی. نشد آقا صادق، قرارمون چی بود؟ خدایش خیلی سخته. میگم نمیشه همه شعرها رو مثل رجز خونی آخون؟ نه نمیشه، نه که نشه، خوب نمیشه. صداتو ول کن، به معنی اشعار فکر کن. سوزی که تو شعر هست مهمه، اون حالشو بفهمی خودش میاد. اب نداری، یه خوردم خارج خواندی خواندی، به شرطی که از ته دلت بخوانی. حالا با من بیا، ای آب فراتو با من بیا. ای آب فرات، ای آب فرات، عمه جان اینقدر با آتش بازی نکن. نگاه کن چه کار کردی به خودت، مامانت ببینه داغت میکنه ها. شدی عینه و عمو فیروز. عمو فیروز کیه؟ یه سیاه برزنگی عینه و الان خودت. برزنگی آتی جون، برزنگی. خوبه خوبه شما دوتا، حالا دیگه دوتا خانم معلم دارم. اصلا دلو میخواد بگو ورزنگی ورزنگی ورزنگی. خوب شد؟ آتی پاشین، پاشین به جای هرروکر بیایی دیگه هم بزنین ته نگیره، اکتوکول افتاد. و خاله شما نیتی نداری؟ نیت؟ آره، چیزی از خدا نمیخوای، آرزویی نداری؟ چرا خاله، من اونقدر آرزو دارم که اگه بگم خدا حوصله‌ای سر میره. خب پس پاشو نیت کن، پاشو دیگه شله زرد هم بزن. دیگه هم بزنم اون وقت چی میشه؟ چیز خاصی نمیشه، یه حس جالب توشه که به آدم امید میده. نه خاله من بلد نیستم، اون ملاقه که دست مامانته بلند کردن زور بازی رستم رو میخواد. شو ببینم آقام نزن، این ملاقه عینهو پر کاهه. بلند شو. چی کار میکنی آتی، خول شدی؟ همین که شنیدی، پاشو بگی ببینم، نیت کن و هم بزن.
نیت کن به حق بیبی فاطمه زهرا خدای بچه ترگل ورگل سالم بهت بده. نیت کن هم بزنم جی. یا محبل الهول و حبل مال هم خسته نباشی. شما هم خسته نباشین مادر جان. مرسی زن. بیا آذر یه خورده دیگه هم بزن، یه حس خوبی توشه، با آدم انرژی میده، تمرکز میده. چیه؟ چرا تعجب کردی؟ شنیدن همچین حرفی از دهن تو خوب جای تعجبم داره. به نظرت امولبازی نیست؟ امولبازی این تعصب کورکورانه. وقتی کاری رو با دل پاک انجام بدی اسمش روشن میمیه. بیا. قبول باشه انشالله. آقای شرفی والا چه عرض کنم خانم احمدی، صادق یهوی غیبش زده. غیبش زده؟ یعنی چی؟ اونم داشتیم بکوب تمرین میکردیم، یکم بهش فشار اومد یا قاطی کرد. با خودش فکر کرد که نمیتونه از پس خواندن تعزیه بر بیاد. بعدش یه توک پا رفتم سر کوچه، آمدم دیدم نیست که نیست. حالا چی میشه؟ والا چیزی نمیشه. صادق منصرف شده باشه خودم هستم، فقط به ترسم یه وقت خدایی نکرده کاری دست خودش بده. اینجا نه من؟ نه. ممکنه کجا رفته باشه؟ فکر کنم من میدونم کجاست. کجاست؟ البته حدس میزنم، مطمئن نیستم. هیچی ولش کن. کاری، کمکی، چیزی از من برمیاد؟ نه، فقط خواهش میکنم فعلا حرفی نزنین. مامانش بفهمه خیلی بد میشه. بس من یه سر میرم تکیه سر گوشی ها بدم، خبر شد بی زحمت به مام خبر بدین. باشه حتما. مرحمت زیاد. نگرد، نگام نکن. نمیخوام تصویری که تو خیالمه با دیدن یه صورت شکست خورده خراب شه. پس خواهش میکنم فقط گوش کن. من نیومدم اینجا بپرسم چرا تو زدی یا چرا به یه پدر اسیر قول دادی و زیر قولت زدی. اینکه تو تضییع باشی یا نباشی فرق چندانی نمیکنه. بالاخره تضییع خونده میشه، خوب یا بد، با صادق زاهدی یا مهدی ننه سکینه. اومدم بهت بگم نظر یه احساسایی پر شه، یه غرورایی شکسته شه. جسارت پسر دایی، آدمی که غرورش بشکنه غیرتش هم میشکنه. یکی از معیارهای مردونگی غیرته. تو بی غیرت بودی پا تو میدون نمیذاشتی، حالا که غیرت کردی اومدی وسط میدون چه زانو بزنی چه پا پس بکشی
غیرت تو خودت کشتی. آدم که غیرت توش مرده باشه زندگیش سر و سر ننگ و نکبت. گلدا از کجا فهمیدی من اینجا؟ آقا جون به هم گفت اینجایی. آقا جون؟ باورت نمیشه. نه؟ چرا باورم نشه؟ پیش پای تو با هم بودیم، کلی با هم گپ زدیم. عید نه الان. پس تو هم بله. دل با پس نباشه. حله. زل جو شده اینام دار ندیده چو من پردلی روزگار. به یک ضربت تیغ الماس خون کنم روی هامون چو دریای خون. مدام چیه زدی؟ باز که داریم میلرزیم نفله. از حیات رضا شمر نصرتی خدای شمر بیستی. ببرم راس تو از تن برم نزد یزید دون بگیرم خلعت و انعام زان پس منصب والا در آن بزم شراب و می یزید آورد سخن بر لب. الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها ایا طبال بسامی بزن طبل سلیمانی. رتبه هابیل را میدهی هر دم تو بر من نسبت قابیل را. هیچ برگوشت نخورده آیه زبون عظیم یا مگر ناخوانده ای ظالم تو این تفسیر را. خیلی حرفه که روز عاشورا تعزیه و تکیه رو ول کردی آمدی دیدن شمر علیل. فتا تابوت سر سفره امام حسین شمر خان و عباس خانش کنار همدیگه غذا خوردن. 20 سال شب تاسو دلم هرهر کرده که آیا امسال میتونم جلوی نعره های فتا شمر بیستم. 20 سال صلات ظهر عاشورا به عشق نماز خواندن تو صفی که شمر خان و عباس خانش کنار هم دیگه می ایستن قامت بستم. امسال دلم یه جوریه فتا. از یه طرف بیتاقت دیدن تعزیهم که رضا شمر و صادق زاهدی می خواننش. از یه طرف غم عالم تو دلمه که زره آقام عباس رفته تن کسی دیگه و شم خانه هر سال گچندود یه جوری افتاده ای رو نکه حسودی میشه. حالم یه جوریه که هیچ وقت نبوده. میگم آمیتی یه تکه از اون بهره طویلات برام میخوانی؟ آمدم اینجا همین کارو کنم. گر حسین از به من داد که عباس تو خود دانی و این فرقه بیدین
چنان کرب و بلا را بزنم آتش بیداد که تا دامن میاد نروید گیهی غیر سر و دست مخالف. ولی کن چه کنم چاره چه باشد، ز ازل ما به تن خیش خریدیم همه رنج و بلا را. منم شمر ابن زنجوشن حسین ای زاده تاها، مرا با زاده مرجانه باشد عهد و پیمانی. نمارم رعش دوستم بمارم رأس تاوستن برن نزد یزید دور، بگیرم خلعت و انعام زان پس منصب والا. دران بزم شراب و می یزید آرد سخن بر لب. هلا یا ایو هساقی ادر کسن و ناول ها. خیز عباس خیز عباس، پر از فتنه شده روی زمین، قد بر افراز قیامت بنگر پشت خیام. بسم الله الرحمن الرحیم. آی ذوالفقار ذوالفقار ذوالفقار، از عمویم حمزه مانده یادگار. آی ذوالفقار، تو همان شمشیری و آن قهران سولت منم، یادگاری از ولی الله با غیرت منم. شیرم و شیر خدا را نوگل عزت منم، بر سر هر کس فرودایی شود همچون رمیم. اول جنگ است بسم الله الرحمن الرحیم. برو ای پس سر خناس مزن لاغ به عباس، بغم بهتر و برتر ز اشخاص حیا شد. اگر پای جلالت بگذارم به رکاب، به سر و کنبه زین پای نمایم، نکرم چکمه ز پا و ز سر خیش، گره خود جوان مردی و غیرت نرمایم. قلاب زره از کمر خود نگشایم، من دو خود از این ستم و قوم جفاجو نستم. برای در این زمین زکینه و رفروزم آتشی، تا روز رستخیز نروید دگر گیا. کاری به روزگار تو عباس آورم، خون تا به هش بر تو گرگند مهر و ماه. ببخشید اجازه بده. ببخشید آقای احمدی، چه ازدهامی درست کردین؟ ببخشید صدام رفت بالا آقای دکتر. ظاهراً تعزیه میخونید بله؟ بله. خب پس بفرمایید داخل بخش، اونجا هم دست پاتون بازتره، همین که پرسنل ما فیض میبرن. یه وقت اسباب زحمت نشم آقای دکتر؟ نه جانم، روز عاشوراست، همه یه جورایی دلشون میخواد عزاداری کنن. بفرمایید. ستم پیشگان حق نشناس، ستاده این شما آب میبرد عباس. ایا گروه بگیرید دولشت طرفین، مباد آب رساند به اهل بیت حسین. هجوم کنید، بگیرید دورش از طرفین، مبادا رساند
چرا نسوزد جگرت؟ سوزد جگر حسین برای تو هنوز، ای کاش به کربلا نمی شد گذرت. تو فکر آقا جون بوده. میگم آقا جون هم واسه خودش مخی بوده. چطور؟ خیلی نقشه توپ بکشی با یه شرط مشتی همه رو اوویز کرد. اون وقت این واژه یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ همین اوویز یعنی چی؟ زبان یعجوج و مجوجه؟ یعجوج و مجوج همون مغولان؟ حالا یه زبون جدیده که خودم کشفش کردم. گرامرش خیلی ساده است. کلمات همونه، فقط او و ا و او مثل عوض که میشه اوز. جالبه نه؟ خیلی بی‌نظیره. میگم ببر سفت گینسش کن. واقعا دخترم من. تو زبون ما مشکل اعراب جدی نیست. حالا همه مشکلات ما حل شده. مونده همه مشکل اعراب کلمات. نه خوب میدم یه مشکل اساسیه که باید به فکرش بود. شما خیالت راحت، از این به بعد تو هر جوری حرف بزنی من میفهمم. ایوه، به قول معروف همدلی از همزبونی چی؟ به قول خودت بیتره. خدا کنه تحول تو خانواده زاهدی دووم داشته باشه. الهی آمین. پاری وقتا از خودم میپرسم خط و خطام چی بوده؟ تقاضا چی رو باید پس بدم؟ چجوری؟ حاسب و قبلا تازه.
بگو راست بگو تا شب یلداست بگو تا نفسی هست بگو هر چی دلت خواست بگو خسته و بیتاب شدم محو شدم خواب شدم خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم گریه بر این حال کشید عشق بر این فال کشید بر تن بی دست خدا نقش دو تا بال کشید بگو تا نفسم هست بگو هر چی دلت خواست بگو خسته و بیتاب شدم محو شدم خواب شدم خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم